مطبوعات که بنا به تعریف سنتی باید رکن چهارم دموکراسی باشند، بار دیگر به خاطر ترس و هراس جمهوری اسلامی از آگاهی مردم درباره واقعیت‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، هدف اقدامات سرکوبگرانه قرار گرفته است. سازمان عفو بین الملل که مدافع حقوق بشر است، در بیانیه مطبوعاتی که روز اول اوت در لندن منتشر کرد می‌نویسد، افزایش شدید دستگیری‌ها و پیگرد و زندانی کردن ژورنالیست‌ها در ایران نشان از عزم راسخ مسئولین برای از بین بردن امیدهایی دارد که با انتخاب حجت الاسلام حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران پدیدار شده بود. عفو بین الملل در این بیانیه می‌افزاید روزنامه نگاران ایرانی و خارجی به خاطر فعالیت‌های مشروع مطبوعاتی خود با مزاحمت، ارعاب، دستگیری و زندان روبرو شدند و سایر دست اندرکاران امور رسانه‌ای مانند فیلمسازان نیز بر اساس احکام قضایی از ادامه فعالیت حرفه خود محروم گشتند. قانون مجازات اسلامی که نسخه پیچیده شده ملایان برای تنبیه قشرهای گوناگون جامعه است، در سرکوب این روزنامه نگاران نیز مورد استناد قرار گرفته و به گفته عفو بین الملل آنها را به مواردی چون نشر اکاذیب، تبلیغات علیه نظام و تشویش اذهان عمومی متهم می کنند که این در واقع جرم شناختن یک رشته فعالیت‌های مسالمت‌آمیز است. مسئولین همچنین از حربه‌هایی چون جلسات طولانی بازپرسی و محاکمه، صدور احکام سنگین و تعلیق اجرای آنها برای چند ماه یا چند سال و محروم ساختن محکومین از مرخصی‌های پزشکی به عنوان ابزارهایی برای تحلیل روزنامه‌نگارانی استفاده می‌کنند که جرأت انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی را به خود می‌دهند تا آنان را به خود سانسوری وادارند. به گفته خانم حسیبه حاج صحرویی، معاون برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی در عفو بین الملل، از این گونه مواد قانونی با تعبیر و تفسیرهای گسترده به عنوان ابزاری استفاده می شود تا نگذارند چهره های حرفه‌ای مطبوعات به پوشش خبری وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران برای جهانیان بپردازند. او می‌افزاید نحوه رفتار با ژورنالیست ها در ایران هر آنچه را که ژورنالیسم معرف و نماد آن است در معرض خطر قرار می‌دهد. در ماه‌های اخیر هر فردی که از دید مسئولین منتقد بوده با خطر روزافزون بازداشت و پیگرد روبرو بوده و چنان محیطی آکنده از تشنج و ترس ایجاد شده که ابراز هر گونه نظر انتقادآمیز در حکم راه مستقیمی به زندان است. در حالی که روحانی می‌کوشد تا در ظاهر چهره انعطاف پذیر و معتدل از دولت خود به جهانیان نشان دهد و در این راستا مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ را با هدف محدود ساختن برنامه اتمی ایران و در نتیجه کاهش و رفع کامل تحریم‌ها پیگیری کرده است، قوه قضاییه به ریاست آیت الله صادق لاریجانی بدون توجه به این سیاست همچنان برنامه‌های خاص خود را برای اعمال قدرت بر جامعه از طریق خاموش ساختن هر گونه صدای انتقادی از نظام ادامه می‌دهد. آیا سرکوب اخیر روزنامه‌نگاران را باید صرفاً ادامه سیاست دیرپای نظام در ضدیت با مطبوعات آزاد دانست و یا اینکه شاهد نوعی زورآزمایی بین قوای مجریه و قضاییه بر سر قول و قرارهای روحانی در یک سال پیش جهت اندکی آزادی هستیم؟ رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با کیهان آنلاین میگوید موج تازه بازداشت و حبس و اذیت روزنامه‌نگاران بیشک حاکی از این است که حداقل برخی از مقامات جمهوری اسلامی مصمم هستند که در جهت خفه کردن کورسوهای امیدی که پس از انتخابات سال گذشته برای باز شدن فضای رسانه‌ای شکل گرفت عمل کنند. او می‌افزاید این وضعیت از نظر عفو بین الملل بسیار نگران کننده است که بعد از گذشت یک سال و با وجود تغییر دولت، شمار زیادی از روزنامه نگاران برای اجرای احکام حبس طولانی به زندان فرا خوانده شدند یا حکم‌های زندان طولانی در همین چند ماه اخیر گرفتند و یا اینکه همچنان در بازداشت به سر می‌برند و یا حتی در سلول انفرادی محبوس هستند بی آنکه اتهامات آنها به طور واضح یا قانونمند تفهیم شده باشد. در بیانیه عفو بین الملل به طور مشخص از ژورنالیست هایی چون جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی واشنگتن پست و همسرش یگانی صالحی،
خبرنگار روزنامه نشنال امارات، سبا آذرپیک روزنامه نگار اصلاح طلب و حسین نورانی نژاد ژورنالیسم و عضو حزب سیاسی جبهه مشارکت نام برده شده است. رضایان و صالحی در پی بازگشت از وین محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای به تهران در روز 22 ژوئیه بازداشت شدند و 3 روز بعد غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران با تایید خبر این دستگیری اعلام کرد که اطلاعات بیشتر در این مورد بعد از تکمیل تحقیقات و بازجویی منتشر خواهد شد. از محل بازداشت این دو اطلاع دقیقی در دست نیست. سبا آذرپیک که برای چند نشریه اصلاح طلب کار میکرد روز 28 ماه مه بدون روشن بودن اتهاماتش دستگیر شد و او نیز در محلی نامعلوم زندانی است و تنها یک بار به او اجازه تماس با خانوادهش داده شده است. 1 ماه و نیم پیش در یک کنفرانس خبری خبرنگار روزنامه اعتماد با اشاره به دستگیری این روزنامه نگار از حسن روحانی خواستار پیگیری وضعیت سبا و رفع نگرانی خانوادهش شد. روحانی در پاسخ کوتاه خود تنها به این بسنده کرد که نسبت به فردی که فرمودید چشم دنبال می‌کنیم، در حد توانی که داریم از طریق دستگاه قضایی که اگر مشکلی دارد مشکلش حل شود. اما نه تنها بعد از گذشت 1 ماه و نیم از این سخنان رئیس جمهوری اسلامی مشکل سبا آذرپیک حل نشده، بلکه به گفته عفو بین الملل در روزهای 20 و 21 ژوئیه سبا را به شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران برده و او را به فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب متهم کردند. پاره گزارش ها به نقل از شاهدان عینی حاکی از آن است که سبا که برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده در دادگاه به شدت ضعیف و لاغر به نظر می رسید. برخی نزدیکان این روزنامه نگار اخیراً اظهار داشتند که او در زندان دچار مشکلات نخاعی و کمردرد شدید شده که می تواند بر اثر شکنجه های جسمی و بدرفتاری با وی بوده باشد. رها بحرینی میگوید در مجموع این نوع تخلفاتی که در ایران صورت میگیرد نشان از آن دارد که مقامات ایران و در رأس آنها مسئولین قوه قضاییه به طور کلی همچنان بر نقض حقوق بنیادی ایرانیان در رابطه با آزادی بیان و آزادی تجمعات بی تفاوت هستند و این حقوق را دائما از طرق مختلف زیر پا گذاشته و سعی میکنند فضای رسانه‌ای را روز به روز تنگ‌تر نمایند و هیچ گونه تحملی نسبت به صداهای منتقد و مخالف از خود نشان ندهند. حسین نورانی نژاد که در 21 آوریل 2014 دستگیر و روانه زندان اوین شد، در ماه ژوئن با حکم دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغات علیه نظام و جامعه و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد. عفو بین‌الملل در بیانیه مطبوعاتی خود متذکر شده که ژورنالیسم مستقل جرم نیست و مقامات ایران باید همه کسانی را که در ماه‌های اخیر صرفاً به خاطر به کار گرفتن مسالمت‌آمیز حق قانونی خود برای آزادی بیان و آزادی اجتماعات و گردهمایی‌ها دستگیر و زندانی شدند آزاد کند. رها بحرینی خواسته دیگر عفو بین‌الملل از ایران را این گونه توضیح می‌دهد که چون این نوع دستگیری‌ها و احکام صادره بر اساس یک سری اتهامات بسیار کلی و مبهم است، ضروری است که فوراً در قانون مجازات اسلامی این موارد حذف شوند تا نتوان زمینه را برای سرکوب روزنامه نگاران فراهم ساخت. اما با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته و بی تفاوتی مفرط آن نسبت به موازین شناخته شده در عرصه حقوق بشر، بعید به نظر می رسد که حاکمان ایران به خواسته های عفو بین الملل و یا دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر برای تعدیل قانون مجازات اسلامی به ویژه در رابطه با مطبوعات که می توانند نقش سازندهی در پیگیری مطالبات جامعه داشته باشند توجهی بنمایند.